به نام خدا. سلام. عرض خدمت شما که ما امروز انشالله میخواییم بحثمون رو راجع به توابع خاص ادامه بدیم و انشالله راجع به توابع مثلثاتی معکوس و توابع حضدولوی میخواییم صحبت کنیم و چون حالا توی ادامه در مورد بحث راجع به توابع حضدولوی کار داریم نیازش داریم، من یه اشاره خیلی سریعی به توابع نمایی بکنم و حالا و بریم بحث رو ادامه بدیم. ببینید بچه ها، ما برای یه عدد دلخواه X که یه عدد گنگ بود، نه لزومن گویا، آب توان X رو به صورت حد R به سمت X بره آب توان R تعریف کردیم که R تو عدد گویا میرفتش. گفتیم این تعریف یه نکات و ظرافتی داره که حالا بعدا صحبت میکنیم، ولی نگران نباشید این درسته و در حقیقت اگر که یادتون بیاد این مثال زدیم، مثلا من میخواستم 2 به توان پای که 3.14.15.90 حالا ادامه هم داره حساب کنم، گفتم خب میام 2.3 رو حساب کنم، 2.3.1، 2.3.14 و اینا به این 2 به توان ایکس ها به یه عددی میل میکنن که ما حد اینا رو میگیم که در حقیقت آب توان ایکس. و در حقیقت چیزی که به دست آوردیم این بود که بعداً رفتیم برای تابع آب توان X مشتق گیری نسبت به X رو حساب کردیم و دیدیم که در حقیقت مشتق آب توان X به صورت LNA ضرب در آب توان X میشه که LN لوگاریتم توی پایه ای بود که ای یه عدد خاصی بود که حالا یه جور خاصی پیداش کردیم، خیلی اینکه ای رو چجوری پیدا کردیم الان محل بحث نیست و نیازی نداریم، ولی خب ای عدد یه 2.71828 اینا این ادامه داره، ولی فعلا پس میدونیم که یه عددی از این وسط ها تو این حدود که در حقیقت وقتی که از ای به توان ایکس مشتق میگیم مشتقش دقیقا میشه خود ای به توان ایکس و مشتق هر آب توان ایکس دیگه ای میشه در حقیقت لوگاریتم در پایه ای ضرب در آب توان ایکس. این در مورد در حقیقت توابع نمایی و خب لوگاریتم که وارون توابع نمایی بود و لوگاریتم به طور خاص وارون لوگاریتم در پایه ای رو با LN نمایش میدادیم. این یه مرور خیلی خیلی فشرده از آنچه در جلسه قبل گذشت که احتمالاً امروز هم انشالله نیازش داریم. اما بریم سراغ بحث امروزمون. قسمت اول بحثمون اختصاص داره به وارون توابع مثلثاتی. به این دقت کنید که من اگه به توابع مثلا سینوس ایکس نگاه کنم، سینوس ایکس یه توابع 1:1 نیستش. در حقیقت سینوس x یه تابعی با دور تناوب 2π یا 2π در حقیقت به قول معروف. ناگهان مثلا من از اینجا از منفی پای تا پای که میام، از این که جلوتر میرم مقدارش دقیقا مثل این نقطه منهای 2π میشه. یعنی در حقیقت اگه یه نقطه رو بگیریم و اون نقطه به علاوه 2π رو بگیریم، در حقیقت مقدار سینوسشون با هم برابره. پس سینوس تابع 1:1 نیست و طبق روال عادی برنامه در حقیقت تعریف وارون تابع من نمیتونم براش وارون تعریف کنم. منتها نکته‌ای که وجود داره اینه که خب من میتونم دامنه تعریف سینوس رو به یک ناحیه خاصی محدود کنم. به طور مثال اگه من دامنه تعریف سینوس رو به منفی پای دوم تا پای دوم بسته در حقیقت محدود کنم، میشه این ناحیه. توی این ناحیه که میبینید در حقیقت اتفاقی که میفته اینه که سینوس یه تابع 1:1 میشه و من در حقیقت 1:1 و حالا پوشا روی منفی 1:1. بنابراین در حقیقت من میتونم چیز کنم، میتونم وارون سینوس رو توی این بازه حساب کنم. یا مثلا میتونستم من از پای دوم تا 3π2 بگیرم، باز تو اون ناحیه هم یه تابع 1:1 پوشا میشد سینوس و من میتونستم وارونش رو تعریف کنم. ولی همونطور که گفتم، حالا اون چیزی که خیلی متداوله در حقیقت من برای تعریف وارون سینوس، سینوس و دامنش رو به منفی پای دوم تا پای دوم محدود میکنم و در حقیقت بعد از اینکه معروف کردم سینوس منفی 1x یا آرک سینوس ایکس رو به عنوان یه تابعی از منفی 1:1 به منفی پای دوم تعریفش میکنم، که اینکه وای مساوی سینوس منفی 1x باشه معادل با اینه که x مساوی سینوس وای باشه و وای توی این رنج
منفی پای دوم تا پای دوم باشه. به این نکته دقت کنید. در حقیقت من باید بگم که وای باید تو چه ناحیه باشه. و یک نکته کوچولو، خب طبق معمول در حقیقت تعریف وارون تابع، من این سینوس منفی یک رو با یک تقسیم سینوس ایکس اشتباه نکنید. اوکی. و دقت کنید که این آرک سینوسه، درست حالا من این سی و اسم کوسینوس به هم چسبیده، ولی این آرک سینوسه ایکسه که از دوستان پرسیده. آها یکی از دوستانم این نکته چیز کنید، اینجا یه منفی پی دو و منفیش جا افتاده. اوکی. پس این در حقیقت در مورد تعریف سینوس منفی یک یا آرک سینوس ایکس. خب بریم یکی دو تا مثال بزنیم. مثلا من اگه بخوام سینوس منفی یک یه دوم بخوام حساب کنم، سینوس منفی یک یه دوم میشه اون زاویه‌ای بین منفی پای دوم پای دوم که سینوسش یه دومه، که قاعدتا همتون میدونید همون چیزی که بهش میگفتید 30 درجه، یا معادلن پای 6. یا مثلا سینوس منفی که منفی یک تقسیم بر رادیکال دو، این همون چیزیه که زاویه‌ای که بهش میگفتید منفی 45 درجه یا منفی پای 4 رو. یا در حقیقت اگه من سینوس منفی یک، برای اینکه این یه لحظه ابهام ایجاد نشه من پرانتزم بزنم، سینوس منفی که خود منفی یک رو حساب بخوام بکنم، خب این میشه منفی 90 درجه یا منفی پای 2. یا اگه مثلا به من بگن سینوس منفی که 1/7 رو حساب کنید، خب سینوس منفی که 1/7 میشه خب خود 1/7 دیگه. دقت کنید که این دوتا وارون هم بودن، و وقتی من وارون رو اول سینوس منفی 1 میگیرم بعد سینوس، مشکلی نداره که من، یعنی اینو خیلی راحت میتونم این دوتا رو با هم حذف کنم و 1/7 رو بنویسم. ولی اتفاقی که میفته اینه که مثلا اگه من بخوام سینوس منفی که سینوس 4 پای 5 رو حساب بکنم، اتفاقی که میفته اینه که دقت کنید که 4 پای 5 تو بازه منفی پای دوم پای دوم نیستش. چون توی این بازه نیست و من سینوس منفی 1 هم همواره باید تو بین منفی پای دوم پای دوم باشه، بنابراین باید زاویه بین منفی پای دوم پیدا کنم که سینوسش با سینوس 4 پای 5 برابره. و خب میدونید که سینوس x و سینوس پای منهای x با هم برابرن. در حقیقت سینوس دو تا زاویه ای که جمعشون میشه 180 درجه یا میشه پای با هم برابره. بنابراین سینوس 4 پای 5 با سینوس پای 5 برابره. و خب سینوس پای 5، یعنی پای 5 دیگه الان بین منفی پای دوم هستش. پس سینوس منفی که سینوس پای 5 میشه خود پای 5. پس سینوس منفی که سینوس 4 پای 5 میشه پای 5 نه 4 پای 5. و مسئله اینه که 4 پای 5 در حقیقت بین منفی پای دوم نبود. یکی از دوستان پرسیدن که بگیم که چرا منفی پای دوم تا پای دوم میگیریم این دامنه رو. خب ببینید بچه‌ها، من باید یه دامنه انتخاب میکردم که سینوس توش 1/1 میبود، و اینو که چه دامنه انتخاب کنم دست خودمه. ببینید الان این تراوبای سینوس که میبینید، باید یه ناحیه رو بگیرم که سینوس توی اون ناحیه قشنگ از منفی 1 تا 1 میره، و مثلا ناکنید از منفی پای دوم تا پای دوم از منفی 1 تا 1 میره. میتونستم همونطور که گفتم خود پای دوم تا 3 پای دوم هم بگیرم، اینجام از 1 تا منفی 1 میره و 1/1 بودش. اوکی. پس در حقیقت حالا من اون چیزی که میخواستم، چون خوشحال میشم معمولا نزدیکای صفر باشم، دامنم از منفی پای دوم تا پای دوم گرفتم، و خب توی این ناحیه میبینید سینوس یه تابع 1/1. و خب سینوس وارون رو من به این صورت تعریف کردم. در مورد این محاسبه مثالام، در حقیقت اینا چیزایی هستش که در حقیقت شما باید سینوس کوسینوس ها شما اصلا میدونستید، منفی 1 تقسیم رادیکال 2، 1/2، منفی 1، اینا رو قاعدتا باید میدونستین شما سینوس ها شو. و دقت کنید میگم، ببینید سینوس منفی 1 طبق تعریف همواره بردش بین منفی پای دوم تا پای دومه، طبق تعریف اینطوریه. یعنی بله من میتونستم، خب یه جایی هست که 4 پای 5 هم من بتونم بگیرم، ولی طبق تعریف برد سینوس منفی 1 بین منفی بچ بین منفی پای دوم پای دوم، معذرت میخوام اشتباه گفتم، طبق تعریف برد سینوس بین منفی پای دوم تا پای دوم.
اوکی، پس من همواره باید یه زاویه بین منفی پای دوم پای دوم برای سینوس منفی یک پیدا کنم. اوکی، حالا یکی ممکنه به من بگه حالا بیا تانژانت سینوس منفی یک ایکس رو حساب کن. خواهی من بخوام تانژانت سینوس منفی یک ایکس رو حساب کنم، این میشه سینوس سینوس منفی یک ایکس تقسیم بر کوسینوس سینوس منفی یک ایکس. در واقع تانژانت هست سینوس تقسیم بر کوسینوس دیگه، برای من نوشتم. خب سینوس سینوس منفی یک ایکس رو که میدونیم خود ایکس میشه، کوسینوس سینوس منفی یک ایکس این یه ذره دقت میخوادش. ببینید من میدونم کوسینوس 2 به علاوه سینوس 2، این همواره میدونم که کوسینوس 2 ایکس به علاوه سینوس 2 ایکس مساوی 1. این اما اینطوری همیشه نیست که نتیجه بده کوسینوس ایکس مساوی رادیکال 1 منهای سینوس 2 ایکس، به خاطر اینکه این نتیجه گیری درست نیست همیشه، به خاطر اینکه کوسینوس ممکنه مثبت یا منفی باشه. برای من باید به علامتش دقت کنم. چیزی که من میدونم همینه که کوسینوس 2 به علاوه سینوس 2 مساوی 1، این چیزیه که من میدونم و باید با دقت از این رابطه استفاده کنم. ولی دقت کنید که سینوس منفی 1 ایکس من گفتم بین منفی پای دوم تا پای دومه، و خب تو بین منفی پای دوم تا پای دوم کوسینوس بین از منفی پای دوم کوسینوس از صفر شروع میکنه تا صفر که میرسه کوسینوس به 1 میرسه، دوباره تا پای دوم که میره به صفر میرسه. بنابراین کوسینوس در حقیقت اتفاقی که میفته، کوسینوس از منفی پای دوم تا پای دوم در حقیقت بردش میشه صفر و 1، بازه بسته صفر، یعنی همواره مقدارش نامنفیه. حالا که میدونم کوسینوس همواره مقدارش نامنفیه، بنابراین در حقیقت اینو میتونم بنویسم، حالا بزنید یه مرحله این وسط اضافه کنم و اینو بنویسم تقسیم بره 1 تقسیم بر رادیکال 1 منهای سینوس 2 سینوس منفی 1 ایکس. بذارید دورم برای اینکه ابهام نداشته باشه، بذارید اینجا بذارم. اوکی، در حقیقت من چیزی که میدونم اینه که الان به جای کوسینوس، با توجه به اینکه کوسینوس همواره مثبته، گذاشتم رادیکال 1 منهای سینوس 2. اوکی، خب حالا که گذاشتم رادیکال 1 منهای سینوس 2، حالا سینوس سینوس منفی 1 ایکس دوباره میشه خود ایکس، برای من این میشه ایکس تقسیم بر رادیکال 1 منهای ایکس 2. خب دقت کنید که من می‌خواستم کوسینوس رو تو نقطه سینوس منفی 1 ایکس حساب کنم، بنابر این به جاش گذاشتم 1 منهای سینوس در نقطه سینوس منفی 1 ایکس به توان 2 دیگه. یکی از دوستان پرسیده بود که این سینوس منفی 1 ایکس مخرج از کجا اومد؟ خب من کوسینوس رو خواستم تو نقطه سینوس منفی 1 ایکس حساب کنم، پس این میشه 1 منهای سینوس در نقطه سینوس منفی 1 ایکس. اوکی، پس سینوس سینوس منفی 1 ایکس هم که میشه ایکس، پس این تیکه کلن میشه ایکس 2 و میشه ایکس تقسیم بر رادیکال 1 منهای ایکس به توان 2. حالا ببینیم مشتق سینوس منفی 1 رو چجوری میتونیم حساب بکنیم. اگه من بخوام مشتق سینوس منفی 1 رو حساب کنم، ببینیم ما همواره برای مشتق وارون میتونیم از فرمول مشتق وارون حساب کنیم، منتها چون یه ذره ممکنه نوشتنش پیچیده بشه، در حقیقت اگر فرمول مشتق وارون یه تابع رو بلدید هیچ مشکلی نداره، از اون استفاده کنید، همه چی هم اوکیه. منتها من هر دفعه فعلا دارم به باب اینکه دستتون گرم بشه نسبت به مشتق گیری عادت کنید، من هر دفعه می‌نویسم که چجوری به دست میارم. خب ببینید سینوس سینوس منفی 1 ایکس میشه خود ایکس، پس اگه من از این رابطه مشتق بگم، مثل اینکه از تابع ایکس مشتق گرفتم که مشتقش میشه 1. خب مشتق سینوس او سینوس منفی 1 ایکس میشه مشتق سینوس در نقطه سینوس منفی 1 ایکس، این چیزیه که اینجا نوشتم، ضرب در مشتق سینوس منفی 1 ایکس. این طبق قاعده زنجیره‌ای من میتونم اینو اینطوری بنویسم. خب مشتق سینوس رو که همه بلدید میشه کوسینوس در نقطه سینوس منفی 1 ایکس، ضرب در مشتق سینوس منفی 1 ایکس. و خب مشتق
کوسینوس سینوس منفی 1 x همین الان دیدیم که رادیکال 1 پنهای x 2 دیگه، دوباره به خاطر اینکه بین منفی پای دوم تا پای دومه و توی این ناحیه کوسینوس مثبته، بنابراین کوسینوس سینوس منفی 1 x میشه رادیکال 1 منهای x 2 که اینم که مشتق سینوس منفی 1 x. بنابراین در حقیقت اگر که الان من دو طرفو به یه رادیکال 1 منهای x 2 تقسیم کنم، همین چیزی که اینجا نوشته بودم به دست میاد. دقت کنید که این سمت چپ 1، سمت راست رادیکال 1 منهای x 2 ضرب در مشتق سینوس منفی 1 x. پس اینو من میتونم در حقیقت اینطوری حساب کنم. دوستان میگن دوباره بگید، خب من دوباره میگم. ببینید سینوس او سینوس منفی سینوس سینوس منفی 1 x که خود x، اینا این x مساوی سینوس او سینوس منفی 1 x، من از دو طرف مشتق گرفتم، بذارید پس من اینا اصلا بنویسم x مساوی سینوس سینوس منفی 1 x. نتیجه این که من همه چیو یه ذره بیارم پایین تر، اینم یه ذره ببرم این برتر. خب ببینید پس من با مشتق گیری از طرفین، مشتق گیری از طرفین، خب من از x مشتق بگیرم که مشتقش میشه 1، از سینوس او سینوس منفی 1 مشتق بگیرم، قاعده زنجیره ایه دیگه، میشه مشتق سینوس در نقطه سینوس منفی 1 x ضرب در مشتق سینوس منفی 1 x. مشتق اف او جی میشد اف پریم ضرب در جی پریم دیگه، این میشه مشتق سینوس در نقطه سینوس منفی 1 x ضرب در مشتق سینوس منفی 1. اوکی خب مشتق سینوس در نقطه سینوس منفی 1 x که مشتق سینوس که میشه کوسینوس، اینو نوشتم، پس میشه کوسینوس در نقطه سینوس منفی 1 x، دو تا با هم یکی هست، دی به دی ایکس سینوس منفی 1 ایکس هم که اینجا نوشتم سینوس منفی 1 پریم ایکس، فقط یه پرایم اون بالا گذاشتم. اوکی حالا کوسینوس سینوس منفی 1 ایکس دیدیم که میشه رادیکال 1 منهای ایکس 2، این همین چیزی بود که الان اینجا حساب کردیم، استفاده کردم ازش. خب در حقیقت به خاطر همین اتحاد کوسینوس 2 به علاوه سینوس مساوی 1 به علاوه این ویژگی که در حقیقت کوسینوس روی بازه منفی پای دوم تا پای دوم مثبته، پس این میشه رادیکال 1 منهای x2، اینم که مشتق سینوس منفی 1. حالا اگه من دو طرف رو به یه رادیکال 1 منهای x2 تقسیم کنم، همین چیزی که اینجا داشتم به دست میادش، نتیجه 1 تقسیم بر رادیکال 1 منهای x2 مساوی با سینوس منفی 1 پرایم x. ببینید دوستان علل اصول، حالا این برای کلن از اینجا به بعد درسه، این توابع اسمدار یعنی توابع معروف مثلا مثل ای به توان x، آ به توان x، نمیدونم سینوس x، کوسینوس x، تانژانت x، سینوس منفی 1 x، هر کدوم اینا که میگیم، اگر تو امتحان یه جایی وسط امتحان نیاز داشتید مشتقشو استفاده کنید، علل اصول میتونید اگه به عنوان مثلا یه قضیه سر کلاس گفتیم میتونید ازش استفاده کنید، یعنی میتونید یه ضرب به اینس آقا اینجا مشتق سینوس منفی 1 میخوایم، میشه رادیکال 1 تقسیم بر رادیکال 1 منهای x2. خب اینو میتونید بدون هیچ چیزی سری بنویسید و برید جلو. منتها نکته ای که وجود داره اینه که طبق معمول ماجرا اگه درست باشه هیچ مشکلی نداره و میتونید کارتون ادامه بدید، ولی اگه اشتباه باشه یا کل نمره اون تیکتو میپره. اگه مثلا خب حالا محاسباتشو بنویسید، اگر که یه جایی حالا یه اشتباهی چیزی شده باشه، خب اون اولا احتمال اشتباهتون میاد پایین تر، ثانیاً این که خب حداقل میدونیم که کجا اشتباه کردیم، نمره کمتری ازتون کم میشه. ولی علل اصول شما یه جا بنویسید سینوس منفی 1 پرایم مساوی 1 تقسیم بر رادیکال 1 منهای x2، هیچکی باهاش مشکلی نداره. خب مگر اینکه بگم مشتق اینو حساب کنید، که خب قطعا نمیخوام جواب آخر رو یهو بنویسم. بیایم یه مثال دیگه حساب کنیم. حالا ما سینوس منفی 1 رو که یاد گرفتیم مشترک شیم، مثلا بیایم مشتق سینوس منفی 1 x a رو محاسبه کنیم. خب من از سینوس منفی 1 x a رو بخوام مشتق بگیرم، باید مشتق سینوس منفی 1 رو تو نقطه x a رو نگاه کنم، ضرب داره
مشتق خود x آم نسبت به x که میشه یک آم. خب پس این میشه یک آم مشتق سینوس منفی یکم تو نقطه x آم که میشه یک تقسیم بر رادیکال یک منه x آم به توان دو. خب این r هم ببرم زیر رادیکال میشه یک تقسیم بر رادیکال آ دو منهای x دو. پس این یه مثال ساده که بخوایم مثلا سینوس منفی یک رو یه تابع ترکیب کنیم. ببین بچه به این قاعده زنجیره‌ای باید عادت کنید دیگه، یعنی این که f او جی پرایم x میشه f پرایم در نقطه جی x ضرب در جی پرایم x، اینو دیگه خیلی باید را دستتون باشه. ببین من هی دارم هر دفعه که می نویسم اینو پشت سر هم می نویسم، آقا اینجا قشنگ جز تیکه به تیکهشو نوشتم که عادت کنید دیگه، ولی یواش یواش باید حرفه‌ای بشید و بتونید سریعتر راحت‌تر ازش استفاده کنید. خب حالا ببینید، من دقت کنید که ما برای تعریف سینوس منفی یک، خب اومدیم سینوس منفی یک رو بین منفی پای دوم، سینوس رو بین منفی پای دوم تا پای دوم در نظر گرفتیم. خب من میخوام بگم که این خیلی مهم بود که من بین منفی پای دوم تا پای دوم بگیرم. اگه توی دامن دیگه بگیرم میتونستم سینوس وارون تعریف کنم، ولی خب اون یه تابع جدید میشد و قاعدتا تابع جدید مشتق جدیدم داشت. این نکته یه که الان میخوام بهتون تاکید کنم. ببینید این الان نمودار تابع سینوسه. خب من تابع سینوس رو بین منفی پای دوم تا پای دوم گرفتم، بین منفی پای دوم تا پای دوم گرفتم. خب و تو بین منفی پای دوم تا پای دوم دیگه سینوس یه تابع، ببخشید من یه ذره بد کشیدم، یعنی بد نکشیدم، اما در حقیقت بین منفی پای دوم تا پای دوم گرفتم، این اینجا نیستش. بین منفی پای دوم تا پای دوم سینوس یه تابع بودش که به منفی یک تا یک در حقیقت پوشا بود، یک به یک و پوشا بود. من مشابهن میتونستم بین من پای دوم تا سه پای دوم بگیرم دیگه. تو این ناحیه هم همینطور که میبینید این نمودار آبی رنگ و روی منفی یک تا یک پوشاست، درسته؟ پس ببینید این الان نمودار آبیه رو که ببینید از بین منفی پای دوم تا از بین پای دوم تا سه پای دوم هم یه تابع یک به یک پوشاست، درسته؟ پس مثلا بیایید جی ایکس رو در نظر بگیرید، وارون تابع سینوس ایکس که بردش رو گرفتم پای دوم تا سه پای دوم، یعنی در حقیقت انگار سینوس رو اومدن تهدید کردن به پای دوم تا سه پای دوم. اوکی اینو دقت کنید، پس برد و محدود کردم به دامنه سینوس رو تعریف کردم به پای دوم تا سه پای دوم، و برای این برد جی من پای دوم تا سه پای دوم، این دیگه الان آرک سینوس نیست، این یه تابع جدیده. خب میخوام مشتق این تابع رو حساب کنم. ببینید بچه ها، اگه تابع سینوس اینطوری بود، من اگه نمودار تابع سینوس رو بیام نسبت به نیم ساز ربع اول و سوم که برای پیدا کردن وارون استفاده میکردم قرینه کنم، میشه این نمودار آبی کم رنگ تره. اوکی الان این نمودار آبی کم رنگ تره رو که میبینید اینجا، همینجا معلومه که من سینوس وارون رو چرا نمیتونستم روی منفی یک و یک همینجوری تعریف کنم، چون روی هر نقطه رو بین این بازه منفی یک تا یک این دوتا خط بنفشه که کشیدم. خب این دوتا خط بنفشه که کشیدم، خب این چیزی که این نمودار آبی کم رنگ تره نمودار یه تابه نیست اینجا. اوکی به خاطر اینکه اگه من مثلا یه نقطه رو بگیرم توی چند تا نقطه داره اینو قطع میکنه، پس نمودار تابه نیست. کاری که ما برای تعریف آرک سینوس کردیم، گفتیم اوکی پس من بین منفی پای دوم تا پای دوم در نظرش میگیرم و اینجوری من آرک سینوس رو تعریف کردم. حالا این جی که من الان گفتم با برد پای دوم تا سه پای دوم، در حقیقت این تیک از نمودار رو داره میگیره. خب دوباره این تیک از نمودار یه تابع است روی منفی یک تا یک. اوکی ببینید این خط وای مساوی پای دومه، این خط وای مساوی سه پای دومه، و روی این ناحیه دوباره من میتونم یه تابع وارون سینوس تعریف کنم. خب پس بنابراین اتفاقی که میفته این جی من وارون تابع سینوسه با برد پای دوم تا سه پای دوم. خب حالا میایم از این مشتق بگیریم ببینیم چه اتفاقی میفته.
اگه من مشتق سینوس جی ایکس رو بگیرم دوباره میشه مشتق سینوس در جی ایکس که میشه کوسینوس در جی ایکس ضرب در جی پرایم ایکس. خب حالا دقت کنید، الان جی ایکس یه مقداری بین پای دوم تا سه پای دوم، توی پای دوم تا سه پای دوم کوسینوس منفی مقدارش. خب بنابراین اگر من از اتحاد کوسینوس دو بلو سینوس دو مساوی یک بخوام بر حسب کوسینوس سینوس رو به دست بیارم، این دفعه میشه منفی رادیکال یک منهای ایکس دو ضرب در جی پرایم ایکس، و من جی پرایم ایکس میشه منفی یک تقسیم بر رادیکال یک منهای ایکس دو. اوکی دقت کنید که اینجا تو نمودارم معلومه. ببین اگه من مثلا مشتق تو این نقطه مشتق سینوس وارون تو نقطه یک رو میخواستم بگیرم، مشتقش میشه شیب این خط، ولی مشتق این تابع جیه که تعریف کردم میشه شیب این یکی خط که منفی اون پایینی است. پس ببینید اگه توی نقطه مثل یک من میخواستم سینوس وارون مشتق بگیرم شیب اینو باید میدیدم، از این جیه که الان تعریف کردم اگه بخوام مشتق بگیرم باید شیب این خط رو نگاه کنم که این شیب این دوتا خط منفی همن. اوکی پس دقت کنید که اگر من وارون سینوس رو با برد متفاوت از منفی پای دوم تا پای دوم تغییر کنم، مشتق یه تابع جدیده و برای محتمله که مشتقش عوض شه. خب دقت کنید که این جی وارون سینوس نیست، ما همواره سینوس وارون رو بین منفی پای دوم تا پای دوم تعریف میکنیم. خب بریم حالا یه وارون یه تابع مثلثاتی دیگر نگاه کنیم، مثلا بریم وارون تانجانت رو نگاه کنیم. باز دوباره تانجانت هم یه تابع متناوبه، حتی دوره تناوبش کوچیکتر از دوره تناوب سینوسه. در حقیقت ما سینوس دوره تناوبش دو پای بود، تانجانت دوره تناوبش پایه. در حقیقت من از منفی پای دوم تا پای دوم که میام، بعد از اینکه تو خود منفی پای دوم پای دوم که تعریف نشده، دوباره بعد از اینکه پای دوم رد میکنه دوباره یه دوره تناوب میزنه. اوکی بنابراین اتفاقی که میفته اینه که من اگر بخوام تانجانت رو براش وارون تعریف کنم، باز دوباره میتونم به بازه منفی پای دوم تا پای دوم محدودش کنم. دقت کنید این دفعه بازه بازه، چون تانجانت تو خود منفی پای دوم مثبت پای دوم تعریف نشده. خب و اتفاقی که میفته این یه تابع یک به یک پوشا میشه از منفی پای دوم پای دوم به کل آر. خب و برای من میتونم تانجانت منفی یک رو تعریف کنم یا همون آرک تانجانت که یه تابع از آر به منفی پای دوم پای دوم. باز دقت کنید که آرک تانجانت یه تابع از منفی پای دوم از آر به منفی پای دوم تا پای دوم، و نمودارش یه شکلی شبیه این نمودار قرمزه میشه که اینجا دارم. یه چیزیه که از منفی بی نهایت میاد بلند میشه، میاد تو صفر از صفر میگذره، دوباره تو به سمت مثبت بی نهایت که میره به سمت پای دوم میره. پس این یعنی در حقیقت از منفی بی نهایت که میاد مجانب ایکس وای مساوی منفی پای دومه، به سمت مثبت بی نهایت که میره مجانب وای مساوی پای دوم میشه. پس اینم از تعریف تانجانت وارو. خب بنابراین دوباره به ذره هر ایکس متعلق به آر تانجانت وارون، دقت کنید تانجانت همه جا تعریف شده، برای من راحت میتونم تانجانت وارون بگیرم و میشه خود ایکس. ولی مثلا اگه من بخوام تانجانت وارونه تانجانت 3 پای 4 رو محاسب کنم، دوباره دقت کنید که تانجانت وارون بردش همیشه بین منفی پای دوم پای دوم میشه و 3 پای 4 رو بین منفی پای دوم تا پای دوم نیست. حالا خب من تانجانت 3 پای 4 رو میدونم، در حقیقت همون مقدار منفی 1ه، این همون 135 درجه است که تانجانتش میشه منفی 1. خب تانجانت بارون منفی 1 هم که میشه منفی پای 4 روم یا منفی 45 درجه. اوکی این از این. پس ببینید بچه ها، من همواره ترکیب یه تابع و وارونش میشه خود اون مقدار اگر همه چیز توی رنج و دامنه درست باشه. یعنی تانجانت یه تابعی بود که همه جا تعریف شده بود خب و مشکل نداشت، و تانجانت وارون حالا من مستقل از اینکه کجا تعریفش کنم، تانجانت و تانجانت منفی یک چیز میشه، درست میشه، مقدارش میشه خود ایکس. ولی وقتی میخوام تانجانت منفی یک و تانجانت رو بگیرم باید دقت بکنم، به خاطر اینکه برد تانجانت منفی یک و من باید دقیقا توی اون رنج مشخص شده
قرارش بدم. به خاطر همین نمیتونم تانژانت منفی او تانژانت رو که دیدم سه سوت بگم خب این دوتا با هم حذف میشه میشه خود سه پای چهار. اوکی این از این. یه مثال دیگه بزنیم. مثلا ممکنه یه کسی به من بگی که کوسینوس تانژانت منفیه که دو چه مقداری میشه. خب ببینید من میدونستم که یک تقسیم بر کوسینوس دو همون یک به علاوه تانژانت دو. این اتحاد مثلثاتی که قاعدتا تو دبیرستان قبلا دیدید و ما محاسبش هم کردیم. در حقیقت یک تقسیم بر کوسینوس من یک به علاوه تانژانت دو رو بگیرم خود تانژانت دو میشه یک به علاوه سینوس دو تقسیم بر کوسینوس دو که میشه کوسینوس دو به علاوه سینوس دو تقسیم بر کوسینوس دو. اوکی که میشه یک تقسیم بر کوسینوس دو. این قبلا هم دیده بودید. خب ببخشید بچه ها یه تذکر درستی دادم. من این بازه ها رو باید بازه باز بذارم. خب اینجا هم باید بازه رو باید این بازرم باز میذاشتم. ممنون از دوستی که تذکر داد که من اینو اصلاح کنم. خب پس ببینید یک تقسیم بر کوسینوس دو که مساوی یک به علاوه تانژانت دوه. بنابراین تو بازه منفی پای دوم پای دوم دقت کنید این تو بازش خیلی مهمه. به خاطر که توی این بازه من میدونم کوسینوس مثبته. بنابراین کوسینوس x میشه یک تقسیم بر رادیکال یک به علاوه تانژانت دو. اوکی تو این بازه کوسینوس مساوی یک تقسیم بر رادیکال یک به علاوه تانژانت دو. پس کوسینوس تانژانت منفی یک دو میشه یک تقسیم بر رادیکال یک به علاوه تانژانت دو تانژانت منفی یک دو. خب و خب تانژانت منفی یک دو که میشه خود دو. پس این میشه یک به علاوه دو به توان دو. یه گام وسط هستیم. یک به علاوه دو به توان دو یا یک تقسیم بر رادیکال 5. اوکی ببخشید این یه ذره تأخیر داره ولی تأخیر از سمت منه. اوکی درست شد الان اومدش. من یه بار دیگه توضیح بدم که این خط آخر چجوری به دست اومد. ببین من فهمیدم که رو بازه منفی پای دوم تا پای دوم کوسینوس x میشه رادیکال 1 به علاوه تانژانت 2x. خب به من گفته بودن کوسینوس تانژانت وارون رو حساب کن. ببین من همیشه وقتی که با تانژانت با وارونی تا به سر و کار دارم خوشحال میشم که یه جوری خودش رو جور کنم که این دوتا با هم ترکیب میشن از شرشون خلاص شم. برای من سعی میکنم کوسینوسی که اینجا داشتم و به کمک این رابطی که داشتم تبدیل کنم به تانژانت. پس به جای کوسینوس تانژانت منفی 1 2 می‌نویسم یک تقسیم بر رادیکال 1 به علاوه تانژانت تانژانت منفی 1 2 به توان 2. خب یعنی اگه اسم این دوستمون رو بذاریم وای این الان هستش یک تقسیم بر رادیکال 1 به علاوه تانژانت وای به توان 2. اوکی به خاطر همین چیزی که اینجا داشتم. خب حالا تانژانت او تانژانت منفی 1 که میشه خودش خود اون مقدار میشه 2. پس تانژانت تانژانت منفی 1 2 میشه 2. من به جاش گذاشتم پس مخرج من میشه رادیکال 1 به علاوه این تیکه توی پرانتز که میشه 2 میشه 2 به توان 2. اوکی پس میشه 1 تقسیم بر رادیکال 5. این نحوه بود که من در حقیقت این خط آخر رو حساب کردم. و دقت کنید که من از این اکیدن استفاده کردم که کوسینوس توی این بازه همواره مثبته. یعنی اگه یه بازه دیگه بود ممکن بود جواب من یه چیز دیگه ای بشه. خب بیایم مشتق تانژانت وارون رو حساب کنیم. برای ادعا میکنم که مشتق تانژانت وارون میشه یک تقسیم بر یک به علاوه x2. خب و در حقیقت برای اینکه من بخوام حساب کنم باز دوباره از همون کلک همیشگی استفاده میکنم. یعنی میگم که x مساوی با تانژانت او تانژانت منفی 1 x و مشتق با مشتق گیری از طرفین با مشتق گیری از طرفین نتیجه میشه که من از x مشتق بگیرم که مشتقش میشه 1
از تانجانت مشتق، از تانجانت او تانجانت منفی یک مشتق بگیرم، میشه مشتق تانجانت در نقطه تانجانت منفی یک ضرب در مشتق تانجانت منفی یک. اوکی، خب مشتق تانجانت رو قبلا دیده بودیم هست یک به علاوه تانجانت دو، اینو قبلا توی تابع مثلثاتی دیده بودیم. برای مشتق تانجانت رو به جاش میذارم، میشه یک به علاوه تانجانت تانجانت منفی یک ایکس به توان دو. بذارید من به خاطر اینکه چیزم نباشه یه تأکید بیشتری باشه اینجا، من یه توان دو رو بذارم بیرون. اوکی، خب پس میشه تانجانت تانجانت منفی یک ایکس به توان دو، این یک به علاوه تانجانت تانجانت منفی یک ایکس به توان دو، این مشتق تانجانت تانجانت در نقطه تانجانت منفی یک ایکس ضرب در مشتق تانجانت منفی یک ایکس هم که نوشتم. خب تانجانت او تانجانت منفی یک ایکس که میشه خود ایکس، پس این چیزی که این تو داره میشه یک به علاوه ایکس دو ضرب در مشتق تانجانت منفی یک، پس مشتق تانجانت منفی یک میشه یک تقسیم بر یک به علاوه ایکس دو، طبق اون چیزی که توی قضیه گفته بودیم. یه نکته کوچولو هم دقت کنید بچه ها، ببینید تانجانت خودش روی بازه منفی پای دوم تا پای دوم تعریف شده بود، ولی بردش کل اعداد حقیقی بود. خب بنابراین تانجانت منفی یک رو کل اعداد حقیقی تعریف شده و بردش منفی یک تا یکه. پس دقت کنید تانجانت منفی که بذاره هر مقداری تعریف شده، یکی از دوستان پرسیده بود که من چجوری اینجا تانجانت منفی یک دو رو حساب کردم، تانجانت منفی یک تابعی که همه جا تعریف شده است و بنابراین تانجانت منفی یک دو تعریف شده است، مشکلی نداره. خب پس اینم در حقیقت از مشتق تانجانت منفی یک. و باز حالا یه مثال بزنیم، بیاییم تانجانت منفی یک ایکس آوم رو حساب کنیم. تانجانت منفی یک ایکس آوم میشه تانجانت مشتق تانجانت منفی یک در نقطه ایکس آوم ضرب در مشتق ایکس آوم نسبت به ایکس که میشه یک آوم. خب در حقیقت مشتق تانجانت منفی که دیدیم هست یک تقسیم بر یک به علاوه ایکس آوم به توان دو، اینم که یک آوم و اینجا خودشو گذاشتم. حالا این یک آوم این دو تو این مخرج ضرب کنم، آی مخرج رو تو این جا ضرب کنم، میشه یک تقسیم بر ایکس دو به علاوه آ دو. خب این از این. و مشابه هم ببینید، من برای تعریف کوسینوس منفی یک باید بیام یه ناحیه رو حساب کنم که کوسینوس منفی یک روش یک به یک باشه. دقت کنید که این دفعه نمیتونم از منفی پای دوم استفاده، منفی پای دوم تا پای دوم حساب استفاده کنم، به خاطر اینکه کوسینوس منفی ایکس و کوسینوس ایکس با هم برابرن. خب برای من نمیتونم از منفی پای دوم تا پای دوم استفاده کنم. بچه ها میگن من یه چیزی اینجا اشتباه حساب کردم. واقعا اشتباه حساب کردم؟ آهان آره ببخشید، معذرت میخوام. بله این آدو رو وقتی که مخرج مشترک گرفتم نیورده بودم تو صورت، معذرت میخوام. درسته، در حقیقت من این آ رو که ضرب میکنم یه آدوی مخرج هست که میادش توی صورت. خب ممنون از دیگه، الان درست شد دیگه. بازم اشتباه حساب کردم. آها خود آ میاد. بذار من اینو بنویسمش دقیق. این الان ببخشید خود آ میاد. مخرج میشه یک تقسیم بر x2 به علاوه آ2 تقسیم بر آ2 ضرب در یک آم، که این آ آی اینجا با توان دو این ساده میشه، میشه آ تقسیم ببخشید آ تقسیم بر ایکس دو به علاوه آ دو. اوکی همش ببخشید، معذرت میخوام من اینو اشتباه حساب کرده بودم. عرضم این، خب برای تعریف کوسینوس وارون داشتم میگفتم، گفتم که کوسینوس منفی ایکس مساوی با کوسینوس ایکس، بنابراین من نمیتونم بازه تعریف کوسینوس وارون رو، یعنی از اون تیکه‌ای که کوسینوس بین منفی پی دوم تا پی دومه استفاده کنم. ولی دوباره کوسینوس از یه ذره من اینو بیارم پایین تر، دوباره کوسینوس از بازه صفر تا پای
به منفی 1 و 1 1 به 1 و 5 هست. خب و من پس کسینوس وارون رو میتونم تعریف کنم. حالا یه نکته که وجود داره اینه که من اینجا اتحادهای مثلثاتی هم به کار من میاد. در حقیقت کسینوس ایکس همون سینوس پای دوم منهای ایکسه و اتفاقا خوبیش اینه که وقتی که ایکس بین 0 تا پای باشه، پای دوم منهای ایکس بین منفی پای دوم تا پای دوم میشه. درسته؟ یعنی اگر که ایکس متعلق به 0 و پای باشه، پای دوم منهای ایکس متعلق میشه به منفی پای دوم و پای دوم. خب و بنابراین یکی این پایین نوشته بودم دیگه، تعجب کردم چرا ننوشته باشمش. خب ببخشید. x متعلق به 0 و پای باشه، پای دوم منهای x بین پای دوم منهای x بین منفی پای دوم تا پای دوم میشه. خب و اتفاقی که میفته اینه که پس من برای تعریف کسینوس وارون میتونم از سینوس وارون استفاده کنم. در حقیقت کسینوس وارون x رو میتونم به صورت پای دوم منهای سینوس وارون x تعریفش کنم به خاطر این اتحادی که من داشتم. خب در حقیقت کسینوس x مساوی سینوس پای دوم منهای x میشه اگر که من اسم اینو بذارم y. خب این نتیجه میشه که کسینوس وارون y، خب بهم از y کسینوس وارون بگیرم بهم x رو میده دیگه، مساویه با پای دوم منهای سینوس وارون وای. من اینو میدونم، این یه اتحاده که کسینوس x مساوی سینوس پای دوم منهای x. خب حالا اسم کسینوس x رو من گذاشتم وای، پس کسینوس وارون وای باید بشه x. x رو هم میتونم پای دوم منهای پای دوم منهای x، این پای دوم که اینجاست و خب پای دوم منهای x در حقیقت سینوس وارون y دیگه. درسته؟ ببینید به خاطر اینکه از این رابطه و از این رابطه من سینوس بگیرم، ببینید بزنیم با یه رنگ دیگه نویسم، چون رنگم عوض نشد، از این سینوس بگیرم و از اینم سینوس بگیرم، از این y رو به دست میارم، از این یکی سینوس پای دوم منهای ایکسه، که میشه کسینوس ایکس که همون وای. درسته؟ خب پس پای دوم منهای ایکس همون سینوس وارون وای. اوکی پس من کسینوس وارون رو میتونم به صورت پای دوم منهای سینوس وارون حسابش کنم، چه پای دوم منهای سینوس وارون x. خب در حقیقت این کل ماجرا به خاطر همینه که کسینوس x سینوس پای دوم منهای x دیگه. اگه من از یه x وارون بگیرم، فقط کافیه پای دوم منهای اون بگیرم تا کسینوس وارون رو به دست بیارم. راستش من یه ذره اینجا رو بد نوشتم، اگه شما یهو یه ذره منو می نوشتید اوکی بود. پس من کسینوس وارون رو میتونم اینطوری تعریف کنم، میتونم هم حالا با اون چیز نمودار حساب کنم، ولی خوبیه که اینطوری تعریفش کردم اینه که الان چون رابطه دارم و قبلا مشتق سینوس وارون حساب کردم، دیگه خیلی راحت با قاعده زنجیره‌ای میتونم مشتقش رو حساب کنم. الان مشتق کسینوس وارون میشه مشتق این رابطه نسبت به x، پای دوم که مشتقش میشه 0، میشه منفی 1 مشتق سینوس وارون. مشتق سینوس وارون هم که 1 تقسیم بر رادیکال 1 منهای x2 بود. خب پس مشتق کسینوس وارون میشه منفی 1 تقسیم بر رادیکال 1 منهای x2. عرض به خدمتون که چند تا از دوستان در مورد چه سوال داشتن در مورد این تابع 1 به 1 بوشا اینا. من فکر کنم این هفته راجع به این توابع یک یک پوشا اینا توی کلاس پشتیبان صحبت شده و اگر که کاملا نشده علل اصول اینا رو باید تو دبیرستان دیده باشید.
اگرم کامل نشده باشه توی جلسه هفته بعد دیگه کامل میشه. وقتی من میگم که یه چیزی مثلا رو بردش حالا روی مجموعه که نشستم پوشاست، یعنی به ازای هر نقطه اینجا یه نقطه اینجا هست که مثلا تابه رو توش حساب کنم مقدارش میشه اون. اوکی، ولی چیزه اینو توی چیز باید یعنی توی کلاس پشتیبان راجع ساعت و دقت کنید که الان طبق این چیزی که من دارم خود منفی یک و یک توی دامنه مشتق کوسینوس وارون نیستش دیگه. در حقیقت من تو خود اصلا منفی یک و یک تابه اگر میتونست داشته باشه مشتق یک طرفه داشت. خب اگر ممکن بود داشته باشه مشتق یک طرفه داشت چون انتهای باز است، ولی اون مشتق یک طرفه هم وجود نداره. در حقیقت حالا میتونیم یه ورش منفی بینهایت یعنی به سمت منفی بینهایت مثبت بینهایت اینا میره منفی بینهایت البته. اوکی، این از این. خب پس اینم در مورد مشتق کوسینوس وارون. مشابه هم من سکانت وارون و خب میتونم بر اساس کوسینوس وارون یک ایکسوم صحبت استحاب کنم، چون سکانت میشه یک تقسیم بر کوسینوس، برای سکانت وارون ایکس کافیه که من از اون مقدار یک ایکسوم بگیرم، این میشه انگار که کوسینوس از مقداری که تا باید کوسینوس وارون حساب کنم، پس سکانت وارون میشه کوسینوس وارون یک ایکسوم و بنابراین مشتق سکانت وارون میشه مشتق کوسینوس وارون یک ایکسوم که میشه مشتق کوسینوس وارون در نقطه یک ایکسوم ضرب در منفی یک تقسیم بر ایکس دو، چون مشتق یک ایکسوم میشه منفی یک تقسیم بر ایکس دو دیگه. خب مشتق کوسینوس وارون که دیدیم الان هست منفی یک تقسیم بر رادیکال یک منهای ایکس دو، منفی یک تقسیم بر ایکس دو هم که خودشو اینجا نوشتم، اینو یه ایکس دو رو فاکتور میگیرم تو مخرج ایکس دو رو، یعنی مخرج مشترک میگم ایکس دو میبرم تو صورت این رابطه میشه ایکس دو تقسیم بر ایکس دو منهای یک زیر رادیکال، این دو تا علامت منفی هم که با هم ساده میشن ضرب در یک تقسیم بر ایکس دو. و خب دقت کنید که من رادیکال ایکس دو رو که بخوام حساب کنم میشه قدر مطلق x، من وقتی از x2 دارم رادیکال میگیرم خود x نمیشه، میشه قدر مطلق x، پس میشه قدر مطلق x تقسیم بر x2 منهای 1 رادیکال x2 منهای 1 ضرب در x2، که خب حالا قدر مطلق x تقسیم بر x2 هم که میشه قدر مطلق x، پس مشتق سکانت وارون میشه 1 تقسیم بر قدر مطلق x ضرب در رادیکال x2 منهای 1. اوکی، و در حقیقت هم بچه ها یکی دوتا از دوستان پرسیدن که اون خط اول از کجا اومدش. ببینید خب من که سکانت وارونی که خودشو نوشتم کوسینوس وارون یک ایکسوم، خب اینم به خاطر قاعده زنجیری میشه مشتق کوسینوس وارون در نقطه یک ایکسوم ضرب داره مشتق یک ایکسوم که میشه منفی یک تقسیم بر ایکس دو. اوکی، اینم از این. و حالا خب محاسباتو که میتونید ببینید. مشابه هم کوسکانت وارون رو میتونم به صورت سینوس وارون یک ایکسوم تعریف کنم یا کوتانژانت وارون رو به عنوان تانژانت وارون یک ایکسوم. یعنی اینا دیگه همه چون وارون همن خیلی راحت میشه در حقیقت تعریفش کردش. ادامه درس امروزمون من میخوام راجع به توابع حزلولوی صحبت کنم. ببینید توابع حزلولوی در حقیقت به این صورت تعریف میشن. فعلا با سینوس هیپربولیک و کوسینوس هیپربولیک شروع میکنیم. در حقیقت سینوس هیپربولیک یا سینوس هایپربولیک x به صورت e به توان x منهای e به توان منفی x تقسیم بر دو تعریف میشه. این e همون عددیه که تو جلسه قبل پیدا کردیم که لوگاریتم طبیعی در پایش تعریف کردیم و اول این جلسه هم یه اشاره خیلی سریع بهش کردم. سینوس هیپربولیک x به صورت e به توان x منهای e به توان منفی x تقسیم بر دو تعریف میشه. کوسینوس هیپربولیک x به صورت e به توان x به علاوه e به توان منفی x تقسیم بر دو. به وضوح میشه دید که کوسینوس هیپربولیک یه تابع زوج میشه، چون جای x و منفی x رو عوض کنم این رابطه تغییر نمیکنه، ولی اینو اگه جای x و منفی x عوض کنم مقدار منفی میشه. خب بنابراین سینوس هیپربولیک یه تابع فرد، کوسینوس هیپربولیک تابع زوج. اینو تعریف سینوس هیپربولیک و کوسینوس هیپربولیکه و الان توضیح میدم که چرا بهشون میگیم سینوس هیپربولیک و کوسینوس هیپربولیک. و خب مشاهده خیلی ساده اینه که کوسینوس هیپربولیک صفر میشه یک، چون میشه
ای به توان صفر به علاوه ای به توان منفی صفر که خب هر چیزی به توان صفر میشد یک میشه یک به علاوه یک تقسیم بر دو، سینوس هیپربولیک هم تو نقطه صفر که خب به وضوح میشه صفر. این که اینا رو چرا تعریف میکنیم و اینا، اینا یه قصه هایی داره که بعدن که شما معادلات دیفرانسیل بخواید بخونید یا حالا بعدن توی قسم به تابع مختلف میرسیم خیلی طبیعی تعریف میشن که اینا چرا اینجوری هست. من فعلا به خاطر اینکه اینا رو به خاطر مشتقگیری اینا ممکن لازم داشته باشید در تعریف بهتون گفتم. این تعریف هیچ مشکلی نداره، این تعریفش اینه و حالا میتونیم با همین تعریف هم شروع کنیم کار کردن و جلو رفتن. اولین چیزی که میخوام تعریف کنم اینه که من یه اتحاد حضلولوی دارم مثل اتحاد مثلثاتی که داشتم که کوسینوس هیپربولیک به توان دو منهای سینوس هیپربولیک به توان دو میشه یک همواره. اثباتش هم خیلی ساده است. در حقیقت من تعریف کوسینوس دو منهای کوسینوس هیپربولیک دو منهای سینوس هیپربولیک دو رو بنویسم، خب کوسینوس هیپربولیک به توان دو میشه ای به توان دو ایکس به علاوه دو برابر ای به توان ایکس ضرب در ای به توان منفی ایکس که میشه یک، میشه بنابراین دو برابر یک میشه دو به علاوه ای به توان منفی دو ایکس تقسیم بر دو به توان دو که میشه چهار. سینوس هیپربولیک به توان دو هم مشابه هم میشه ای به توان دو ایکس منهای دو به علاوه ای به توان منفی دو ایکس تقسیم بر دو به توان دو. خب در حقیقت این ای به توان 2x با منهای ای به توان 2x ساده میشه، ای به توان منفی 2x با منهای ای به توان منفی 2x ساده میشه، 2 منهای منفی 2 هم که میشه 4 میشه پس 4 4 رو یا همون 1. خب اما اصلا چرا ما به اینا میگیم کوسینوس هیپربولیک و سینوس هیپربولیک؟ در حقیقت هیپربولیک یا حضلولوی ما به نقاطی که تو رابطه x2 منهای y2 در یک مقدار مساوی مقدار ثابت صدق میکنه میگیم روی حضلولوی هست. این توی در حقیقت مفصل راجع به حضلولوی ها یا در حقیقت معادلات درجه دو توی چیز صحبت شده، توی عرض به خدمت شما فصل یک کتاب، منتها در حقیقت بهش اشاره کردم ولی فعلا در همین حد که بدونید به یه همچین چیز یعنی نقاط یک حضلولوی x2 منهای y2 مساویه با a2، خب که a یه عدده، حالا a بذارید بذارم، تمام نقاطی که تو معادله x2 منهای y2 مساویه a صدق میکنم برای یه a مثبت بهشون میگیم که روی یک حضلولوی هستن. خب در حقیقت خیلی این شباهت به دایره داره، اگه من به جای به علاوه میذاشتم میشد دایره دیگه، به جای x دومین های y2 x2 به علاوه y2 اگه گذاشته بودم میشد یه دایره. در حقیقت کوسینوس و سینوس، برای اگه یه تی به شما بدم، کوسینوس و سینوس یه نقطه روی دایره به شعاع یک به من میدن. کوسینوس هیپربولیک و سینوس هیپربولیک با توجه به این اتحادی که الان به دست آوردیم در حقیقت یه نقطه‌ای روی این حضلولوی به من میدن. به خاطر همینه که به این دوتا میگیم کوسینوس هیپربولیک و سینوس هیپربولیک. یه توضیح کوچولوی دیگه هم داره که من الان یه لحظه میکمش ولی اگه متوجه نشدین اصلا سخت نگی. ببینید نقطه کوسینوس تی و سینوس تی نقطه‌ایه که این مساحت این قطاع دایره‌ای که مشخص میکنن تی دومه. خب اینو قبلا دیده بودیم. کوسینوس هیپربولیک تی و سینوس هیپربولیک تی هم این ویژگی داره که این نقطه مساحتی که اینجا مشخص میکنه تی دومه. خب اینا دیگه این دفعه زاویه نیستن ولی این نقطه روی حضلولویه که مساحت این ناحیه تی دومه. منتها اینو اگه الان متوجه نشدید هیچ کاری بهش نشد باشید، من بعداً دوباره راجبش توضیح میدم. شد این دوتا خط زردی هم که من کشیدم نیمسازای ربع اول و سوم و نیمسازه ربع دوم و چهارمه. در حقیقت کوسینوس این نقاط روی حضلولوی کوسینوس هیپربولیک و سینوس هیپربولیک تی اینا میل میکنن به این نیمساز ربع اول و سوم یا نیمساز ربع دوم و چهارم. در حقیقت اینا هی فاصله شون با هم کمتر و کمتر میشه وقتی که x به سمت
مثبت بی نهایت یا یک تی به سمت مثبت بی نهایت یا تی به سمت منفی بی نهایت میره. اوکی؟ این از این. پس اینجا همطور که گفتم در حقیقت این حضدولوی x دو منهای y دو مساوی یک بود، این هم خب دایره مثلثاتی یا همون دایره x دو به علاوه y دو مساوی یک. پس این از این که چرا ما به اینا میگیم سینوس هیپربولیک و کوسینوس هیپربولیک و در حقیقت نحوه تعریفش به اینجوری. و خب این اتحاد اتحاد حضدولوی رو هم که در حقیقت ما ثابت کردیم. در حقیقت حالا این نیم ساز رو به اول و سوم ما میتونیم بگیم مجانب مایل برای این نا، ولی حالا خیلی نمیخوام سوال کنم، همینجوری که میبینید اینا فاصله شون داره کمتر کمتر میشه، فعلا بی خیال این که مجانب مایل و اینا چی. خب بریم یه ذره مشتق گیری کنیم. خب ادعا مشتق کوسینوس هیپربولیک میشه سینوس هیپربولیک و مشتق سینوس هیپربولیک هم میشه کوسینوس هیپربولیک. یعنی در حقیقت مشتق سینوس هیپربولیک مثل خود مشتق سینوسه، یعنی که میشه کوسینوسه، مشتق کوسینوس هیپربولیک ولی باز میشه خود سینوس هیپربولیک. اثباتش هم خیلی سریع و راحت و یه خطیه در حقیقت. در حقیقت اگه من بخوام کوسینوس هیپربولیک مشتق بگیرم، این میشه مشتق ای به توان x به علاوه ای به توان منفی x تقسیم بر 2. خب از ای به توان x مشتق بگیریم، در حقیقت میدونستیم که مشتق ای به توان x خودشه، اینو که نوشتم، مشتق ای به توان منفی x هم مشتق میشه مشتق تابع x ضرب در مشتق منفی x، بنابراین یه علامت منفی میاد مشتق تابع x هم که خودشه، پس میشه منهای ای به توان منفی x. خب تقسیم بر 2 هم که سر جای خودشه و خب این تعریف سینوس هیپربولیکه و مشتق سینوس هیپربولیک هم دقیقاً همینطوری به دست میادش، فقط این دفعه اول علامت منفی بود، این دفعه بعد از مشتق گیری مثبت میشه، بنابراین میشه کوسینوس هیپربولیک. پس مشتقاشون خیلی راحت به کمک مشتق تابع نمایی میتونیم حسابش کنیم. و در حقیقت من مشابهن میتونم تانجانت هیپربولیک تعریف کنم، مثل همون جوری که در حقیقت به صورت عادی من تانجانت تعریف میکنم، یعنی به عنوان حاصل تقسیم سینوس تقسیم بر کوسینوس. یکی از بچه‌ها میگه اشتباه نوشته بودید. آهان آره ببخشید، این من یه منفی علکی اشتباه گذاشته بودم اینجا، این خود ای به توان x به علاوه ای به توان منفی x. ممنون از دوستی که تذکر دادن. خب من تانژانت هیپربولیک رو میتونم به صورت سینوس هیپربولیک تقسیم بر کوسینوس هیپربولیک بنویسم. خب و دقت کنید که این دوباره خب همه جا تعریف شده است، به خاطر اینکه کوسینوس هیپربولیک همواره یه مقدار بزرگتر از یک داره دیگه. ناگهان من این نمودار سینوس هیپربولیک کوسینوس هیپربولیک رو اینجا نوشته کشیدم، این نمودار کوسینوس هیپربولیک بود، یه حال قیافه سهمی طوری داره ولی اصلا سهمی نیستش، خیلی شدیدتر از سهمی به بی‌نهایت میل می‌کنه. و سینوس هیپربولیک که یه قیافه شبیه x طوری داره که باز اینم خیلی سریعتر از x به بی نهایت میل میکنه، اصلا این ربطی به چیز نداره، به سهمی و ماده در جسه اینا نداره، قیافش اونطوری طوره. تانجانت هیپربولیک رو پس من به صورت سینوس هیپربولیک تقسیم بر کوسینوس هیپربولیک میتونم تعریف کنم. خب بنویسم تعریفش میشه ای به توان x منهای ای به توان منفی x تقسیم بر 2 تقسیم بر ای به توان x به علاوه ای به توان منفی x تقسیم بر 2 که دوهاش با هم ساده میشه و یه همچین قیافه‌ای پیدا میکنه. سکانت هیپربولیک رو به صورت یک تقسیم بر کوسینوس هیپربولیک میتونم تعریف کنم که میشه 2 تقسیم بر x به توان ای به توان x به علاوه ای به توان منفی x. و مشابه هم میتونم کوتانژانت هیپربولیک و کوسکانت هیپربولیک هم همینجوری تعریفش کنم. و در حقیقت خب تانژانت هیپربولیک این دفعه اتفاقی که میفته اینه که ببینید همینجا الان تو نموداری هم که من از سینوس هیپربولیک کوسینوس هیپربولیک کشیده بودم واضح بود که همواره سینوس هیپربولیک از کوسینوس هیپربولیک کمتره، به خاطر اینکه اگه دقت کنید این به علاوه ای به توان منفی x دقت کنید به توان x همواره یک مقدار مثبته. خب بنابراین وقتی که اینو به ای به توان x زیاد میکنیم و یا از ای به توان x کم کنیم، برای این همواره بزرگتر مساویه اینه.
خب یعنی ای به توان ایکس شون که یه قسمت مثبت ثابته، این به ای به توان ایکس من این مثبت اضافه کردم، این همون چیز مثبت ازش کم کردم، برای من همواره این نامساوی رو دارم که این اکیداً کمتر از کوسینوس. بنابراین اتفاقی که میفته، حتی قدر مطلقش هم همواره کمتره، اتفاقی که میفته اینه که من تانژانت هیپربولیک همواره مقدار بین منفی یک و یک میشه. من گفتم بزرگتر مساوی، ولی همواره بزرگتر اکیده. سینوس همواره کمتر اکید از کوسینوسه. من اشتباهی گفتم که کمتر مساوی. خب پس من سینوس هیپربولیک تقسیم کوسینوس هیپربولیک یه تابع میشه با رنج منفی یک و یک باز. خب مشابهاً کوتانژانت هیپربولیک همواره قدر مطلقش بزرگتر از یکه، به خاطر اینکه کوسینوس هیپربولیک تقسیم سینوس هیپربولیک، و خب تو صفر هم تعریف نشده چون تو صفر سینوس هیپربولیک صفره، و خب یه همچین قیافه‌ای پیدا می‌کنه. و حالا کوسکانت هیپربولیک و سکانت هیپربولیک هم می‌تونین مشابهاً رفتار تابعش رو بکشید. و من آخرین چیزی که میخوام تو بحث امروزمون بگم راجع به مشتق وارون در حقیقت توابع هیپربولیکه، توابع حضلولویه. خب ببین، من اگر سینوس هیپربولیک یه تابعی بود که از آر به آر به صورت یک به یک و پوشا تعریف شده، خب بنابراین در حقیقت من میتونم سینوس هیپربولیکو در حقیقت چیز کنم، عرض به خدمت شما تعریف کنم. و خب این که سینوس هایپربولیک ایکس بشه وای، معادل با اینه که سینوس هایپربولیک وای بشه ایکس دیگه. خب این طبق تعریف تابع وارونه، و این دفعه دیگه هیچ تهدید به دامنه اینا لازم ندارم دیگه، چون این رو کل آر تعریف شده. و حتی من میتونم فرمولش هم سریع حساب کنم. ببینید در حقیقت اگر سینوس هایپربولیک سینوس هایپربولیک وارون ایکس بشه وای، در حقیقت این معادل با اینه که سینوس هایپربولیک وای مساوی ایکس، و من این رابطه رو نوشتم، یعنی این معادل با اینه که ایکس مساوی بشه با ای به توان وای منها ای به توان منفی وای تقسیم بر 2. این تعریف سینوس هایپربولیک وای دیگه. خب من ای به توان منفی وای میتونم بسیم یک تقسیم بر ای به توان وای، این ای به توان منفی وای اینجا نوشتم یک تقسیم ای به توان وای، و مخرج مشترک از این دوتا گرفتن میشه ای به توان وای به توان دو منهای یک تقسیم بر دو برابر ای به توان وای. و در حقیقت اگر که من این دو برابر ای به توان وای رو این بر ضرب کنم و همه چی رو بیارم یه طرف، میشه ای به توان وای به توان دو منهای دو ایکس برابر ای به توان وای منهای یک مساوی صفر. خب اینو این را این نسبت به ای به توان وای یه معادله درجه دوه که حلش رو بلدید دیگه. اگه بخوام حلش کنم میشه ای به توان وای باید مساوی باشه با، دقت کنید که الان ایکس یه عدد ثابت من دارم در نظرش میگیرم، میشه دو ایکس به علاوه منفی رادیکال چار ایکس دو به علاوه چهار. خب دقت کنید که این دو بیه، این بی دوه، دو ایکس به توان دو میشه چار ایکس دو به علاوه 4 آسه که میشه به علاوه 4 تقسیم بر 2. دقت کنید که برای ای به توان وای مقدار منفی قابل قبول نیست، بنابراین در حقیقت این منفی اینجا قابل قبول نیست. من میتونم این 4 هم از زیر رادیکال بیارم بیرون، میشه یه 2 بیرون رادیکال که این 2 با هم ساده میشه. برای من اون چیزی که قابل قبوله x به علاوه رادیکال x2 به علاوه 1. اوکی، پس ای به توان وای مساوی x به علاوه رادیکال x به علاوه 1، یا معادلن از دو طرف ln بگیریم y مساوی میشه با ln x به علاوه رادیکال x دو به علاوه 1. پس من اصلا فرمول سینوس هایپربولیک وارون رو صریحا میتونم حساب کنم، میشه ln x به علاوه رادیکال x دو به علاوه 1. خب من اگه بخوام یکی از دوستان پرسیدن که چرا منفیش قابل قبول نیست، دقت کنید که اگه من می‌خواستم منفی اینو بذارم میشد x منهای رادیکال x دو به علاوه 1، رادیکال x دو به علاوه 1 همواره از x بزرگتره، بنابراین x منهای رادیکال x دو به علاوه 1 حتما یه عدد منفی میشد که خب ای به توان y حتما باید مثبت باشه، بنابراین من منفیشو قبول نکردم و فقط مثبتشو قبول کردم. خب منم تانژانت هایپربولیک وارون هم حساب کنم، دقت کنید که تانژانت هایپربولیک تابع است از آر به منفی یک و یک، منفی یک و یک باز که یک به یک و پوشاست، و من تانژانت هایپربولیک وارون
یه تابع میشه از منفی یک که باز به آر. و خب این که وای باشه تانژانت هایپربولیک وارون ایکس، معادل با اینه که ایکس باشه تانژانت هایپربولیک وای. تعریف تانژانت هایپربولیک رو نوشتم، دوباره همون کار کردم، به جای ای به توان منفی وای گذاشتم یک تقسیم بر ای به توان وای. خب اینجا هم به جای ای به توان منفی وای گذاشتم یک تقسیم بر ای به توان وای. حالا باز دوباره مخرج مشترک که بگیریم، صورت میشه ای به توان دو وای منهای یک، مخرج میشه ای به توان دو وای به علاوه یک. ای به توان وای هام که با هم ساده میشن. خب و بنابراین ایکس مساوی با ای به توان دو وای منهای یک تقسیم بر ای به توان دو وای به علاوه یک. در حقیقت و از این کلکایی که بلد بودید، من میام از ایکس رو من نوشتم ایکس تقسیم بر یک و از دو ور صورت رو از مخرج کم میکنم، باز تساوی برقرار میمونه. برای x تقسیم بر 1 منهای x، اگه من صورت اینو از مخرج کم کنم میشه 1 منهای x دیگه. اینجا که مخرج کم صورت از مخرج کم کنم میشه، مخرج که بود e به توان 2y به علاوه 1، صورت هم ازش کم کنم میشه منهای e به توان 2y منهای 1. خب e به توان 2y ها با هم ساده میشن، این میشه 2. بنابراین e به توان 2y میشه 2 برابر، یعنی اینو این x تقسیم بر 1 منهای x مساوی شد با e به توان 2y منهای 1 تقسیم بر 2. حالا من این 2 رو دو طرف ضرب کنم و با 1 جمع کنم، e به توان 2y میشه 2x 2 تقسیم بر 1 منهای x به علاوه 1، که خب مخرج مشترک هم بگیریم میشه 1 به علاوه x تقسیم بر 1 منهای x. بنابراین y میشه 1/2 ln 1 به علاوه x تقسیم بر 1 منهای x. اوکی، پس اینم فرمول بسته تانژانت هایپربولیک وارون. دقت کنید که من برای کوسینوس هایپربولیک وارون اگه بخوام حساب کنم، دقت کنید کوسینوس هایپربولیک تابع زوجه، بنابراین وارون نداره و مشابه قبل من باید دامنش رو محدود کنم اگر که بخوام کوسینوس هایپربولیک وارون تعریف کنم. و خب مثلا اگه من اینو به آر بزرگتر مساوی صفر تعریف کنم، این بردش میشه 1 و بی‌نهایت و الان کوسینوس هایپربولیک وارون رو به کمک اون اتحاد مثلثاتی که برای سینوس هایپربولیک داشتم میشه ln x به علاوه رادیکال x دو به علاوه 1. این که چرا کوسینوس هایپربولیک وارون این میشه، به خاطر اینه که کوسینوس هایپربولیک وارون کوسینوس هایپربولیک 2 x به علاوه سینوس هایپربولیک 2 x باش منفیش میشه 1، و اینو من در حقیقت از طریق وارون سینوس هایپربولیک وارون به دست میارم. خسته نباشید، درس امروز تمومه، ولی اگر که چیزه، اگر که سوال دارن دوستان میتونن ببونن، من سوالا جواب میدم. دوستانم میخوام به امتحانشون برسن، برم به امتحانشون برسن دیگه. به انصافا سعی کرده بودم، ببین چون امروز میدونستم مطالب جدید یه مقدار براتون که سنگین میشه، سعی کردم که زمانو کوتاه‌تر بگیرم. امیدوارم همینجوری ما یه ذره، به خاطر اینکه از رو اسلاید درس میدم سرعتم یه ذره بیشتره، امیدوارم بتونیم با همین کلاسایی حالا حدود یه ساعت و نیم، یه ساعت و 40 دقیقه‌ای درسو برسونیم و انشالله مشکلی بر نخوریم. خب دوستان اگر که سوالی دارن من در خدمتتون هستم. خب مانی نیلچیان بفرمایید. سلام استاد، سلام میام. سلام. بله بله بفرمایید. خوب هستین. می‌خواستم راجع به اون سکانت منفی 1 x که نوشتید کوسینوس منفی 1 1 x اوم یه توضیح میدین دوباره که چرا 1 x اوم شد؟ به خاطر اینکه بذار بیارمش. ببین سکانت x هستش 1 تقسیم بر کوسینوس x، درسته؟ بنابراین من الان از دو طرف وارون بگیرم چی میشه؟ در حقیقت اسم اینو بذار y، درسته؟ این پس کوسینوس x چی میشه؟ الان اگه اونو بزنم y، کوسینوس x میشه 1 y دیگه. اگه اسم این سمت چپیه رو بذارم y، هستی هنوز مانی نیلچیان؟ بله 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 بله. اگه من سکانت x اسمشو بذارم y، کوسینوس x طبق این چیزی که نوشتم 1 y دیگه، خود کوسینوس x ها. بله. نه که چیزش بکشم خطو که خود کوسینوس x 1 y دیگه. خب پس من حالا با سکانت وارون گرفتن از y x رو به دست میارم. خب با سکانت وارون گرفتن از y x رو به دست میارم.
برای من اگر از یه چیزی بخوام کسینوس وارون بگیرم و ایکس رو به دست بیارم، باید اول وارونش رو بگیرم بعد کسینوس وارون بگیرم. مرسی، کاملا متوجه شدم. خواهش میکنم. ممنون. خب اینو بذارید من بذارم، سلام سلام، یه لحظه صبر کنید، بذارید من اینو سلام، خواستم همین بذارم سوالم بمونه، همین بود. بذارید من اینو بذارم بمونه منتها، بذارید جای ایکس و وایش هم عوض کنم که بعدن قاطی نکنه. بفهمید. منم همین سوالم بود که رفت شد. ممنون، مرسی، خسته خب خدا نباشید. ممنون. علی جواهری بفرمایید. سلام. من سوال دارم، نمیدونم اینو الان خوندی نخوندیم، یعنی خب بپرس، اگه نخونده باشیم جواب نمیدم. لیمیت ایکس منهای ln ایکس وقتی ایکس به سمت بینهایت میره. هنوز نگفتم بهتون، آه اوکی. ولی حدش بی نهایت میشه. خب منم گفتم باش، مرسیم. خواهش میکنم. خب دوستان اگه کسی سوال دیگه ای نداره من کلاس رو تموم کنم. خسته نباشید.